حسین فرشیدی معاون بهداشت وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی در حاشیه افتتاحیه هشتمین همایش بین المللی قلب و گفت رتبه اول مرگومیر در ایران مربوط به بیمارهای قلبی عروقی است در حالی که تمام عوامل خطر ابتلا به بیمارهای قلبی قابل کنترل و پیشگیری است او در ادامه گفت زندگی شهری، کم تحرکی، چاقی، مصرف زیاد نمک، پرفشاری خون، مصرف سیگار و قلیان از بیشترین عوامل ابتلا به بیماره های قلبی و عروقی است. بر اساس آمار سال 1400 بیش از 51 درصد افراد بالای 18 سال دچار کم هستند که باعث می شود به شمار مبتلایان به این بیماری ها شود. به افزود فشار خون یکی از عوامل ابتلا به بیماری های قلبی است سی درصد جمعیت ایران مبتلا به پرفشاری خون هستند با افزایش سن آمار ابتلا به فشار خون بالا نیز افزایش می‌یابد به طوری که در کشور ما 50 درصد افراد بالای 60 سال مبتلا به پرفشاری خون هستند اگر فشار خون افراد در محدوده 12 روی 8 میلیمتر جیب باقی بماند، میزان ابتلا به بیمارهای قلبی 50 درصد کاهش پیدا کند. فرشیدی از آن داشت، ابتلا به دیابت از دیگر عوامل خطر بیمارهای قلبی و عروقی است. حدود 11 درصد جمعیت کشور ما به دیابت مبتلا هستند. که دیر متوجه افزایش قند خون خود می شوند و بالا رفتن قند خون نیز باعث افزایش ابتلا به بیماره های قلبی می شود بالا بودن چربی خون نیز از علل ابتلا به بیماره های قلبی عروقی است معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت ارتقا و تأمین سلامت جامعه مهمترین وظیفه وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی است و پیگیری طرحهای ارائه شده در نظام سلامت موجب شناسایی و درمان به موقع مبتلایان و کاهش مرگ و میر ناشی از بیماره های قلبی عروقی می شود.